اصل صد رو آقای آیت بود. آقای کیاوش اجازه بدید. آقا من اول عرض کردم که من مخالف با این اصل هستم. اجازه بدید آقا. نه عقب ایشونه، من غفلت کردم. من فکر میکنم که اگر یکی دیگه از آقایونی بود که احیانا دارای عنوانی بود قطعا فراموش نمیکردید. حتما اینطور نیست. نه آقا من فقط آقای برای دلجویی از جناب آقای پر... برای دلجویی از آقای پرورش بوده همینه که هر کس عنوان داشته باشه. حالا اجازه بدید فراموش نمیشه. در اصل قبلی من ثبت نام کردم فراموش شده. در اصل قبلی ثبت نام کردم فراموش نمیشه. آقای پرورش من توضیح بدم که رفع سوء تفاهم از شما به همه بشه. اسم ها را یه مقدارش این طرف نوشته بودن، دنبالش آمده بود این طرف. من تا پایان اسما خوندم دیگه بر نگشتم دو مرتبه از اول اینها رو رسیدگی کنم ببینم که آیا مخالف و موافقی مونده یا نه. من قصد توحید ندارم ولی ممکنه بعضی از آقایون نشونه ها رو با درجات ارتشی اشتباه بکنن، فکر کنن همون هاست. دست که باید توضیح داده بشه نشان چی چیه؟ نه نشان علمی و اینا. بله نشان اصلا این در اسلام هست یا نه؟ نشان علمی اینا. بله بله حالا که صحبت از آقا اجازه بفرمایید. بله حالا که صحبت از عناوین و اینها شده پیشنهاد میکنم در همین جا قبل از اصل صد یه اصلی گنجونده بشه برای ایجاد یک جامعه مبنی بر عدل طبق مقررات اسلامی. عناوین تشریفاتی مثل جناب، حضرت، آقا و غیره این از اول نامه های اداری و اسامی حذف شود تو قانون اساسی. بله فردا لطف کنید اونو پیشنهاد کنید اونجا. اصل صد رو بخونید. اصل صد: رئیس جمهور استوارنامه سفیران اعزامی به کشورهای دیگر را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد. روی این بحثی نیست؟ بلا عرض شد قبلا که اینا چند مطلب آقا و باید مثل اینکه بحثی نیست لطفاً رأی بگیرید.
نتیجه رأی‌گیری درباره اصل 100، عده حاضر موقع رأی‌گیری 59، شماره آرا 59، موافق 56، مخالف هیچ، ممتنع 3، تصویب شد. لطفاً اصل 101 رو. امضای عهدنامه‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. خب این هم بحثی که نداره. چرا بحث داره؟ پس از تصویب شورای ملی اون وقت شورای نگهبان اینا چی؟ اشتهاد آ. اشتهادی به رسم ما نرسید. آقای صافی. آقای بله. ستابی ارتش داده. بله. عرض کنم هر وقت وقتش بود بفرمایید. اگر الان میشه دو دقیقه شاید یه دقیقه وقت. شما نوبت خودتون هم گرفتید برای همینه؟ بفرمایید نوبتتون. راجب اون اصل 87. امروز چند نفر از ستاد آمده بودن؟ مثل اینکه خدمت آقایون شاید نتونستن برسن، اینو من گفتن که من عرض کنم. دو سه تا کلمه در اینجا بوده، یکی فرماندهی کل نیروهای مسلح. اینجوری نوشته شده. گفتن اگر منظورتون از نیروهای مسلح، جاندارمری و شهربانی هم میخواید بگیرید، این درسته. اما در اون اعضایی که بعد میخواسته بیاد، هیچ اونها نماینده‌ای نداره. و اگر منظورتون این از اونها نباشد، این اصطلاح نیروهای مسلح اونها را اصطلاحاً میگیره. حالا تو پرانتز یکی هم رئیس کل ستاد مشترک. گفتن رئیس کل سابقاً که بزرگ ارتشداران بود یه اصطلاح بود اونجا بود. الان که دیگه اون وضع به هم خورده رئیس ستاد کافی. که دو جا هم این مکرر شد. یکم گفتن مسائلی که مربوط به ارتش مطرح میشه اگر آیون اجازه میدن یه نماینده از ما بیاد اونجا راجع به اصطلاحات یا راجع به تدکرات اینها در مجلس باشن. حتما این کار را در فصل مربوط به ارتش خواهیم کرد و این اصطلاح را هم انشاءالله بله اون که در جلسه گروه باید باشون این اصطلاح را هم حل میکنیم. قبلا هم یک بار باشون مشورت شده. خوب آن رو اصل 101 آقای نوربخش. البته اشکال کلی دارد که به عنوان یعنی مخالف هستین؟ مخالف بفرمایید صحبت کنید. که آقای نوربخش هم متوجه باشد نصف این اصل تصویب شد، یعنی در قوه مقننه این مطلب را آوردیم که با تصویب مجلس شورای ملی است. بله. اون چه میماند؟ امضای رئیس جمهور. بله. فقط و فقط. بله. چون اون قسمت قبل بفرمایید سرکار صحبت کنید. بفرمایید چی؟ راجع به وظایف ریاست جمهور چون اصل آخری که امروز مطرحه. نه بفرمایید از تالی صحبت کنید. گویان راجع به این اصل نیست. راجع به این نیست؟ راجع به این اصل؟ راجع به وظایف رئیس جمهوری. یعنی پس از این اصل پس اجازه این اصل بر مخلال کردم که راجع به خود آقای آیت توضیحی که دارم این اصل همینطور که آقای کرمی گفتن نصفش اونجا تصویب شد، نصفش هم اینجا تو اصل که رئیس جمهور موظف مصوبات مجلس رو امضا کنه، اهنامه هم جز مصوبات اجازه بفرمایید و دنبالهش مجلس یک تو مجلس باید تصویب بکنه. دیگر این که اینجا گفتیم پس از تصویب مجلس شورای ملی و در اصول مربوط به شورای نگهبان گفتیم تمام اینها باید بره شورای نگهبان، بنابراین بعد از تصویب مجلس شورای ملی بنویسیم و طی مراحل قانونی. پس روشن اینا هی همه جا تکرار نین نظیر اصل 4. آقا ما حالا دو مرتبه چندین جا میرسیم، معلومه ما گفتیم اونجا کلیه مصوبات باید شورای نگهبان بره، دیگه اینم مثل ترجیبن تکرار مکررات. و اما اینکه گفتید امضا، نه آقا، فرق است بین امضا به عنوان طرف قرارداد و بین امضا به عنوان اینکه این قانون قانون است، این خیلی فرق داره.
او ممکن است این قانون تصویب بشه، امضا کنه که این قانونی شد، ولی امضا به عنوان طرف قرارداد نکنه و هنوز قرارداد بسته نشده باشه. این دو نوع امضا است. آقای طاهری گرگانی، تصویب مجلس شورای ملی به هر دو عهدنامه ها و پیمان ها، بله جلوتر گفتیم دیگه، همه اینا گفتیم، در امضا ها رو از اونجا بردارید، اون دو تا امضا رو بردارید بگذارید بعد از تصویب. نمیفهمم. عهدنامه ها اگر امضا ها رو بیاندازید، عهدنامه ها و پیمان ها بعد از تصویب مجلس شورای ملی به امضای رئیس جمهور. اون که حال همینطور از خوبه آقا، چه اشکالی دارن که متین خوبه آقا. آقای حسینی، هر دو رو نوشته بقا، هم امضای عهدنامه هم امضای پیمانه پس از تصویب مجلس. آقا اینا رو پس از طی مراحل مقرره در این قانون، و فراموش نکنیم که قراردادها امر خطیری است، هم حقوقدانهای نگهبان قانون اساسی هم فقها باید درش نظر بدن و نظرم در جای خودش مقرر شده. بنابراین به جای پس از تصویب مجلس شورای ملی نوشته بشه پس از طی مراحل مقرر در این قانون.